شما خوبه آقا؟ آقا اتجاه چیزی نهید آقا؟ نه مرسی. شما اتجاه چیزی نهید آقا؟ یه لیوان آب لطفاً برای قرصان. خیلی ممنون. چشم آقا. سلام، خوش اومدید. سلام عرض کردم، مرادی هستم، رزرو کردم. خیلی من مرسی تشکر مرسی درست تو کدوم یکی از این خونه های من برگشتم. ممکنه صدای این رادیوتونو زیاد کنی؟ بله چشم. مرسی. ممنون. آقای مرادی خوبی؟ خوبم، نگران نباش. همین نقطه حیات خونه ما بود. دارم فکر میکنم یه روزی پای مادرم، پای پدرم روی همین خاک بوده که الان زیر پای منه. من اینجا بوی مادرم رو حس میکنم، صدای پدرم رو میشنوم. اون روزی که باهاشون خدافزی کردم، اگر میدونستم این دیدار آخرمونه، شاید یه جور دیگه خدافزی میکردم، شاید اصلا خدافزی نمیکردم. حالا اونا خودشون خاک شدن زیر پای دیگرون. بله میفهمم، قاعده زندگی اینه، آسیاب نوبت دیگه. چشم هم بزنی همون خاک شدیم. البته الان من خودم خیلی خاکی هستم، شما هم بلند شین که خاکی نشین اینجا.
وی؟ جناب مرادی، مهمون داری. بله بله. آقای محمد زده تشریف. آقای محمد زده، اوکی. لابی منتظرتون هستم. مرسی. هوشنگ؟ احمد چقدر تو منو خوشحالم کردی. خیلی خیلی خوش آمدی. بشین بشین. اگه جلو نمی آمدی و اسممو صدا نمی زدی امکان نداشت بشناسمت. انگار همین دیروز بود همدیگر رو بغل کردیم و بوسیدیم و تو گذاشتی و رفتی. عین برق نیم قرن گذشت. میگم اون موقع ها چه شکلی بودیم حالا چه شکلی شدیم. انتظار داری 25 ساله بودم؟ خب منم مثل تو پیر شدم دیگه. موهات که ریخته، اون چند تا شیبید مو هم که سفید شده. کله با غیرت که مو به سرش نمیمونه احمد جان. کچلام نون سرشونو میخورن. با اینکه زمان ظاهر تو غارت کرده اخلاقت عوض نشده. یادداشتت روی در خونه دیدم، خیلی تعجب کردم. خوش خطی تو ماشاءالله حفظ کردی. شنیدم تو هم خارج بودی، درسته؟ زورامو زدم، 3 سال بیشتر دووم نیاوردم. آخرش اومدم به خاک وطن. موقع آمدنم با خانمم اختلاف پیدا کردم. اون وقت قضیه زنت به کجا کشید؟ الان 6 سالی که مجردم. متاسفم. ولی من متاسف نیستم احمد جان، زمانه عوض شده. اگر متارکه نکنی باعث حیرت دیگرانی. الان خیلی هم راضی هستم، دختران وارد دانشگاه شدن، خودم هم عین آقا پسرهای مجرد دارم زندگیمو میکنم. البته پیر پسر مجرد. راستی از همسایه های قدیم چه خبر؟ ببینم کدوم همسایه؟ دلم میخواد قبل از مردن یه بار دیگه ببینمش. به به، دوستان همه جمعن. آقای مرادی که از دوستان خیلی قدیم منه، چند روز از پاریس آمدن. آقای مجید کمپانی خبرنگار، آقای دکتر شهرام هم که از دوستان خیلی خیلی صمیمی من. خب چه خبر؟ سلامتی مجید جان. حضور در شود که این دوست ما آقای مرادی دنبال یکی از رفقای خیلی خیلی قدیمیش میگرده. از صبح تالا تهرون ما زیر پا کردیم، پیدا نشد که نشد. اسم و مشخصاتشو میتونی بدی به آقای اشرفی؟ اون توی بیمه است، طرف اگه بیمه باشه مثل آب خوردن میتونه پیداش کنه. جناب آقای مرادی، ایران خوش میگذره؟ شوکه شدم. برای دیدن نزدیکترین دوستا و فامیلا مجبور شدم به قبرستون برم. قیافه شهرم عوض شده، همینطور حرف زدن مردم. منو چند بار حاج آقا صدا کردن، در صورتی که من اصلا حاجی نشدم تا حالا. به سراغ رفقای قدیمم هم که رفتم، پیرمردهای مریض و درب و داغون رو دیدم که اصلا هیچ وقت فکر نمی کردم که اینا میتونن دوستان من باشن. و قریبه. وی؟ وی دیگه چیه عزیز من؟ اینجا ایرانه. ببینم چرا نیومدی باشگاه؟ مگه شما هر روز اونجایی؟ آره بابا، ما کارمندان شرکت تهران ولی. آقای اشرافی هم اینجا تشریف دارن. اشرافی؟ ببین یه لیست کامپیوتری واسه تو بردن، اسم و آدرس اختر خانومم توشه. تا کی هستین؟ هیچی، تا زمانی که اینجا تعطیل بشه و ما رو بیرون کنه. اوکی اوکی، همین الان میام. ناموس بچه های من ناموس توانه.
هرکی با اون زن بچه این من چپ میگو خدا با من درسته زمیده ببین احمد جان یه موضوعی میخواستم بهت بگم تو 40 سال تو ایران نبودی اوضاع و احوال این مملکت یه خود عوض شده حقیقتش مردم رو مسائل ناموسی یه خود حساس‌تر شدن سعی کن که احتیاط کنی تو هر کاری ضمناً یه وقت شر به پا نکنی کار دست ما بدی نه من فقط میخوام ببینمش ببینمش چه شکلی شده خوشحاله خوشبخته فامیلاش چجوریان اگرم مشکلی داره کمکش بکنم جهانگیر خان عزیزم این کارا چی بوده کردی؟ مملکت قانون داره مأمور داره خودشون میدونن چی کار باید بکنن مامان شما بهش بگو به شما چه که دخالت میکنی ها همین بگو حالا این پسر رو چی کار کرده بود ننه چی کار کرده بود؟ مردی که بی همه چی افتاده بود دنبال مادر ناصر سلمونی داشت مخشو میزد باشم تموشش کنم وای روم سیابشی دوره آخر از زمون شده خجالت هم نمکشن خونوادش باید غیرت به خرج بدن آخه تو چی کار به کار مردم داری؟ خونوادش کیه؟ اهل محل از من توقع دارن ناموس مردم باید امنیت داشته باشه ما داریم توی این محل زندگی میکنیم خیلی خوب عزیزم من میگم اعصاب خود خورد نکن خود دانی عیناً دست نزن برو تو الو بله الو الو سلام عرض کردم میتونم با خانم اختر مقیمی صحبت بکنم؟ فرمایش همون خانم اختر مقیمی که 40 سال پیش تو خیابون امیریه کوچه مفید زندگی میکردم؟ گفتم فرمایش پیدات کردم دم در خونتم بریم پس نریم چرا بریم پیمان خان ازدواج نکردیم نه آقا البته 2 ماه عقد کردم ولی بعد به هم خورد عجب تفلک دختره خیلی زایه بود البته ببخشید بعد خیلی استعداد به خرج میداد تا یه شوهر خوب دست و پا کنه من داشتم خودم فدا میکردم واسه کی واسه خانواده‌ام که به قول معروف یه مقداری آپگرید شن اما دوزنیم افتاد که ارور دادم جونم ورداشتم فرار کردم ولی آقا خب کلن دخترم یکم زایه بود البته هر کسی زیبایی خودشو داره دختر دیگه ای رو دوست نداری؟ نه بابا آقای مرادی با این مهدی های کمرشیکن که جرأت میکنه خودشو بدهکار چند میلیونی کنه که چپش هم نداره به قول معروف تو این عصر انفجار ارتباطات آدم به فکر زنگ گرفتن نمیافته میدونی آقا پیمان هر کسی توی این دنیا یک جفت داره ممکنه یه روز این جفتش بیاد و از کنارش رد بشه و اون هیچ وقت متوجه نشه و از دستش بده بله درست میتونم بپرسم تحصیلاتتون چیه؟ من لیسانس جامعه شناسی هستم
پس چرا راننده شدی؟ تو رشته خودمون کار پیدا نشد دیگه. زندگی خرج داره آقای مرادی. عجب عجب. برات قاقالیلی بخره. عزیزم قربونت برم، بیز از بابات اجازه بگیریم اون وقت اسب خودم میبرمت نونوایی نون میخرم. دروغ میگی، نمیخوای منو ببری؟ شکلت دارم دروغ نمیگم. ای بابات بفهم ما بی اجازه رفتیم بیرون ها، هم به تو دعوا میکنه هم به من. باشه پولش خودم میدم ماما بزرگ. منم میام ماما بزرگ. منم میام. وای سلام. ندیدیش؟ نه ندیدمش.
میگم همون از کجا من اون گذرش از اون برا نخورده بوده. این دوباره پیداش میشه؟ اونم درست زمانی که من اونجا باشم. عجب غفلتی کردم ها. تا آخر عمر خودم رو نمیبخشم. شما چی؟ راستش با مغازه‌دار سر کوچه‌شون صحبت کردم. گفت با دخترش و دامادش زندگی میکنه. یه نوه‌شون هم که از اون یکی دخترشه از شیراز اومده با اینا زندگی میکنه. دانشجوه. شوهرش چی؟ مغازه‌دار گفت شوهرش مدت هاست که فوت شده. شوهر خدا بیامرزش چه لطفی در حق تو کرده. آقا ببخشید من خندیدم. آخه هرچی مرغ پیریونه بشه خندشی. مجید خان من از این ناراحت نیستم که چرا به من میخندی. من از این ناراحتم که چرا نمیفهمی. باریکن راست میگه. 50 سالته هنوز زن نگرفتی. گاد گیر افتاد. بعد خود نابود تری بیچاره. آقا این ور آقا سلامات بده. سلامات بده. این داداش این کش کرد. اون بچه عجله داری؟ سلام. سلام. دانشگاهم داره دیر میشه. فکر نمی‌کردم این وقت روز بانک اینقدر شلوغ باشه. شلوغ دیگه. شمارتون چنده؟ شماره چی؟ شماره نوبتتون. آها، 78. خب مال من 61. شما بیاین کارتون انجام بدین. کارتون واجبه، می‌خوام برم دانشگاه. من وقت زیاد دارم. بفرمایید. نه زحمتتون میشه. تعارف نکنی، نوبت من شما نداره، بفرمی. مرسی، پس قبضاتونو بدی من پرداخت میکنم. خب برای شما زحمت نشه. نه چه زحمتی، پرداخت میکنم. خیلی ممنون، بفرم. 900
عزیزتون. خیلی لطف کرد. ببخشید. میتونم یه سوال خصوصی ازتون بپرسم؟ بفرمایید. چجوری بگم؟ شما خود مجردم. شما مجردی؟ بله. خدا رو شکر. میدونم فعلا عجله داریم، ولی اگه ممکنه شماره تلفن یا آدرستون داشته باشه. به چه منظوری؟ به هیچ منظوری، فقط اگه نظرتون باشه با خانواده برای آشنایی بیشتر خدمتتون برسیم. اشکال نداره، اگر مشکلی هست من شماره تماس هم بدم به شما. شمارتون از رو قبض حفظ شده. خدا حافظ. سلامت. اختر خانوم ببخشید شما نشناختی؟ نه والا به جا نمیارم، پیریه دیگه. منم احمد مرادی، کوچه مفید. اختر فشارم افتاد پایین که ایطور شدم. بالاخره باز معلوم بشه که حال شما باز چی بد شده یا نه. دورجون دورجون زبونم لال، ای سرتون میخورد به جدول چی میشد؟ هیچیم نی، خودم میدونم که چم شد. حالا ایه دکتر ببینتون مگه چه اشکالی داره؟ جلو بچه چیزی نگو میترسه. قربونت برم الهی، ترسیدی برای مامانی؟ ها؟ ها، وقتی تو مادی من گریه کردم. اگه بازم ببینم دیگه تو قرم میشم. آناشو قربونت برم، قربون شکلت، قربون این دستات بشم. این چی عزیزم؟ میکی موز. کی برای بچم خریده؟ بابایی. بودی بقیل بابایی؟ بادر بازو گذیر نکن. نمی کنی، نبرش. اگه واسط قش کرده یعنی هنوز دوستت داره، فراموشت هم نکرده. خوبه خوبه، تا اینجا خوب پیشرفت کردی، ادامه بده. مجید این مرادی باید واسه تو سرمشق باشه، یاد بگیر. بله، عشق به یک نفر پایمال کردن حقوق دیگرانه. من وفادارم به تمام بیوفایان عالم. اومدی چی کار؟ چقدر دیر؟ اختر تو رو خدا قش نکن، فقط میخوام دو دقیقه باهات حرف بزنم، همین. ببخشید دست خودم نبود. شما کجا؟ اینجا کجا؟ این طرف ها؟ خانم بچهات خوبن؟ از زنم که جدا شدم، دو تا پسر دارم، هر کدوم توی شهری هم. خودم هم پاریس. اوضاع جوری شده که شیش ماه یه دفعه هم نمیتونیم همدیگر رو ببینیم. تو چی؟ شنیدم که تو هم تنها شدی. گذشته گذشته، نوشدارو هم بعد مرگ سهراب چه فایده؟ من دیگه اختر گذشته نیستم، به هم نگاه بکن، پیر شدم. پیری یک نقابه، من زیبایی پشت اونو میبینم. اختر تو هنوز خوشگلی. اوی خدا، اصلا عوض نشدی. اینقدر خوب دروغ میگی که آدم دوست میداره بازم بگی. ولی این حرفا دیگه گذشته، واقعیت زندگی چیز دیگه ایه. اختر اگر بار پیش تنهاد گذاشتم مجبور بودم، اما الان اوضاع عوض شده، آمدم که کار رو تموم بکنم. تمام؟ این حرفا چی میزنی؟ برای من و شما زشت، قباحت داره، بهتر فراموشش بکنم. به هر حال خوشحال شدم دیدمت. همش فکر میکردم کجا هستی، چی کار داری میکنی، با کی زندگی میکنی. بعضی وقتا خوابت میدیدم. خدا رو شکر سالم و سلامتی. اینجا محل ما هست. ترسم برای من پیرزن حرف در بیارن، بهتر شما بفرمون منظر. اختر من دلم میخواد بیشتر ببینمت، با هم بیشتر حرف بزنیم. اینم شماره تلفن هتلم. جلو مردم داری به من شماره رد میکنی؟ خب پس چیکار بکنم؟
من که راه افتادم یواشکی بندازش تو زنبیلم، ولی منتظر نباش که بهت زنگ بزنم و اونها هاش اومدش. شب بهت زنگ میزنم. نمیخوای باهاش آشنا شی؟ روم نمیشه بعدم. باش. پیشرفتت قابل تحسینه، آفرین. ای کاش 1000 استعداد ذاتی تو رو من داشتم. سیستم سائقتون چجوریه؟ خوب پیش میره؟ سائقه که نه، یکی دو تا رعد و یه نیمچه برق. چی میگن؟ اوغاج، آسمون قرنبه. فعلا توپو انداختم تو زمین حریف آقای عاشق. اما خداییش خیلی بهتون وابسته شدم، هم از لحاظ شخصیتتون هم از لحاظ خاکی بودنتون. اما شما خیلی با احساسی. شما من یاد رابرت میندازید. رابرت؟ آره رابرت دنیرو. تو هم منو یاد تام میندازید. تام کروز. جدی میگی؟ چطوری تامی؟ قربونت برم امو رابرت. خودتی؟ ایمیل داری؟ ایمیل نداشتم، این همه نم خوردم. من صابونم نخوردم. نه منظورم میل به قضا نیست، منظورم ایمیل. کامپیوتر داری؟ این حرفا چیه میزنی؟ این کارا همون جوون جیغه لکن. فکر نم کنی من برای این کارا دیگه پیر شدم؟ من پیری نمیبینم، من ذات پاکتو میبینم که نظیرشو ندیدم. بونکوخ دل پاک مهربونی رو میبینم که یه عمر به خاطرش جیگرم رو نشخار کردم. آرامش لذت بخشی رو میبینم که یه مدت کوتاه با تو داشتم و دیگه هیچ وقت تجربهش نکردم. اختر،
ما داریم تکلیفمون رو با چیزایی که توی زندگی از دست دادیم روشن میکنیم، چیزایی که یک عمر از همون دریغ شده. پس چرا گذاشتی رفتی؟ تو نمیتونی بفهمی، نمیدونی من چی کشیدم. چاره ای نداشتم، بابا دبه کرد، گفت من یک لاغبام، آس و پاسم. منم فکر کردم برم فرانسه پیش داییم یکی دو سالی کار بکنم، یه سرمایه دندونگی که بابا تو راضی بکنه به دست بیارم، که یک سال نشد شنیدم تو ازدواج کرد. مجبورم کردن، تو نباید من تنها میذاشتی میرفتی، خودت مقصر بودی. باشه من مقصرم، اشتباه کردم، قبول دارم، حالا هم پشیمون برگشتم. ولی این برق رفتی زنگ گرفتی، چیکار میتونستم بکنم؟ وقتی شنیدم تو ازدواج کردی شوکه شدم، کارم به دکتر رسید، بهم توصیه کردن که ازدواج بکنم، شاید تو رو فراموش بکنم. من مجبور شدم با کریستی ازدواج بکنم. عاشقش بودی؟ نه، دوستش داشتم، یه دوست داشتن معمولی، یه چیزی مثل احترام، اما دلم جای دیگه ای بود، روحم ناروم بود. میدونی زبون همو میفهمیدیم اما حرف همو نمیفهمیدیم، به خاطر همینم گذاشت و رفت. تو چرا صبر نکردی؟ نه، اختیارم دست خودم بود. من هر وقت یادتو میافتادم حرف تو رو میزدم، آقای خدا بیامرزم دو بامبی میزد تو کلم. همه دنیا زورشون رو زدن که ما رو از هم جدا بکنن، اما این دفعه دست خودمونه، از هم جدا نمیشیم به هیچ بهانه و قیمتی. چرا این همه دیر؟ اختر، دیر نشده. میگم این مرادی بدجوری ترمز بریده، دو ساعتی یه بند تلفنش اشغاله. اون الان داره دوران شیرینه پخت و پز میگذرونه. معلومه چون پیرا هم بدپزن هم دیرپز. این فرمایشات شما هیچ ربطی به ما نداره. دود از کنده بلند میشه مجید خان. تو خدا ملاحظه منم بکن، من که نمیتونم هی بیام تو رو ببینم و دقه به دقه بهت تلفن بکنم. تو رو به خدا دیگه قهر نکن اختر، من طاقت این یک رقمو ندارم. این دل شکسته منو دیگه بیشتر از این نشکن عزیز دلم، تو که واسه احمد جونی نذاشتی. امان از دست زبون بازی این مردا، من دیگه گول ترنم خورم. من تو زندگی هر بلایی سرم اومده به خاطر این بیزبونیم بوده. ببین من دیگه نمیتونم زیاد باید صحبت بکنم، میفهمن ها؟ خداحافظ. قطع نکن دختر شیرازی، قطع نکن. میدونی تو خیلی داری سخت میگیری، یعنی نمیخوام اینو بگم ولی آدم میندازی توی ترافیک و استرس. آره یکم هیچی. مادرم اومد تو اتاق، بهت سلام میرسونه. میدونی داشتم میگفتم چرا اینقدر هراسونی اختر؟ تو رو به خدا به جز خودمون به هیچ کس و هیچ چیز دیگه ای فکر نکن، ریلکس باش ها. نمیتونم، اگه یه وقت یه عاشقه کسی ما رو اینجا ببینه چی کار کنم؟ به بچه هم چه جوابی بدم؟ خدا مرگون بده، خدا من میکشم، حالا نگیرنمون. تو که گفتی با سن و سال ما کاری ندارن، دنبال جوونان. تو اینجا نبودی خبر نداری، اشرف خانم 70 سالش بود که گرفتنش، پسرموی خواهرشوهرش 80 باله داشت که گیر افتاد. خب اون وقت چه کارشون کردن؟ والا اونا که به ما چیزی نگفتن، ولی آبروشون رفت دیگه. خب اگر اینقدر قضیه خطرناکه چرا ما نمیریم هتل با هم معاشرت بکنیم ها؟ هتل؟ خدا مرگم بده، ما که هنوز محرم نیستیم، اونجا خطرش بیشتره، اینجا بگیرنمون خطرش کمتره. اگر مسئله محرمیت و نامحرمیت، خب چرا با هم محرم نمیشی؟ دست شما درد نکنه احمد آقا، چه انتظاری از من داری؟ من به فک فامیلام چی بگم؟ به دومادم، نوهام بگم برام خواستگار پیدا شده؟ چرا که نه، این حق مسلم ماست. توی سن به مانم خندن؟
اگر تنها و غمگین و بدبخت بشیم برامون گریه میکنن که حالا دارن بهمون میخندن؟ تو متوجه نمیشی، ما دیگه جوان نیستیم، پامون لب گوره، نباید بیذاریم آخر عمری مسخرمون بکنن. بیا فقط به هم تلفن بکنیم، باشه؟ داری منو به قبرستون راه نمایی میکنی، دلت میاد؟ تام دلت میاد من انگوش نما بشم؟ به خدا روش ندارم. نمیگن مادر بزرگ ما فیلش یاد اندسون کرده؟ خب بذار بگن، ما گناهکاریم که یکم دیر به هم رسیدیم. اختر، تو تنها دلیل زندگی من هستی. سختمه، من دارم ازدواج میکنم. نه، نمیتونم، وقتی فکرش میکنم از خجالت آب میشم. تو رو به خدا اختر، این لحظه سرنوشت ساز زندگی ماست. شرم و حیا و خجالت رو بذار کنار، به خدا خیلی آسونه، میتونی. فقط کافیه بری خونه، خیلی راحت بهشون بگی که من خواستگار دارم. همین. ازدواج توی سن خیلی سخته، حرف زدنم دربارش سخته. اینجوری نگام نکن، خجالت میکشم. پشت سرتو نگاه نکن، نترس. احمد آقا، اگه ازت پرسیدن بگو به هم دیگه نوزادیم، باشه؟ تا وقتی من در کنارتم از هیچی نترس. اگه یورو دارید نفروشید، اگرم ندارید پیشنهاد میکنم بخرین، چون داره میره بالا. بعدا نگین چرا به من نگفتی. بابا تو رو خدا حرف تجارت رو بذارین کنار، فکر مهمونی امشب باشیم که توپه توپه. احمد جون یادت نره ها. بیا ببین هوشنگ چه میکنه. صداشو تا حالا شنیدی؟ اختر قراره که با خانوادش راجع به من صحبت بکنه، قراره بهم زنگ بزنه امشب. بابا این که کاری نداره، تلفن خونه منو بهش بده اونجا زنگ بزنه. نمیدونم چجوری شروع بکنم، گفتنش برای من خیلی سخته. من شماها رو دوست میدارم، حتی نمیتونم یه روز دوریتون رو تحمل بکنم. جهانگیر خان، درسته که خدا به من پسر نداده، ولی به خدا شما جای پسرم برای من پر کردی. ما چاکر شماییم. نمیدونم چجوری منظور خودمون بهتون بگم. چه منظوری مامان؟ جون به سرمون کردین، خب برین سر اصل موضوع. از تو رو جهانگیر خان خجالت میکشم. این حرفا کدومه مادر جون؟ خجالت کدومه؟ شده تا حالا شما یه چیزی از ما بخوای ما مزایقه بکنیم؟ ما یه قولی به شما دادیم، رو قولمونم هست. میدونم، به خدا من اگه یه روز این سپیده خوشگلو من نبینم دق میکنم. اونم به چشم، من کارامو راست ریس میکنم که ایشالا هممون با هم دیگه بریم. قصه پولش هم نخور، خدا بزرگ. با هم؟ شما میان؟ کجا؟ مگه شما نگفتی میخوای بری پابوس امام رضا؟ مگه دوست نداشتی بری؟ اینجور که پیداست ما هم طلبیده، میریم هم فاله هم تماشا، هم زیارت میکنی هم زیارت. هرچی قسمت باشه. سپیده گلوی تو بوی بهار میدهد. میدونم، میفهمم. تو خودتو ناراحت نکن، حرفاتو رو مو به مو انجام بدم، ولی از پسش بر نمیام، نمیتونم. اما فراموشم بکن. خداحافظ. کنار هم فتادگیم به رو چی شده احمد جون؟ هیچی، برای همیشه ازم خدافظی کرد. شما به مهمونیتون برسید. حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. اگه رفتم برای تو بهتره،
برو فکر من نباش، اما خوب یواش یواش خداحافظ. اگه خواستی که دلم رو نشکنی، پشتم نگاه نکن، به من اعتنا نکن، تو چشم نگاه نکن. هر کی از یاد تو رفت بذار بره، واسه من یه جا بذار، نکنه یادت بره. برو با همه وجودم دست خدا سپردمت، برو دیره میدونم یه نفر منتظره. هر کی از یادت تو رفت بذار بره، واسه من یه جا بذار، نکنه یادت بره. برو با همه وجودم دست خدا سپردمت، برو دیره میدونم یه نفر منتظره. اگه رفتم برای تو بهتره، برو فکر من نباش، اما خوب یواش یواش خداحافظ. جووناشم که قراره یه عمر زندگی بکنن، تو این دوره زمانه تن به ازدواج نمیدن. آخه مرد حسابی، چه اصراری اونم تو این سن و سال؟ بذار حرفمو بزنم. اگه قراره چند سال عمر بکنی؟ 10 سال، 5 سال، تازه نصفشم که خوابی. خب اون خانمم حق داره، داره در کمال آرامش و آسایش در کنار خانواده‌اش زندگی میکنه، البته اگه شما بذاری. من نمیدونم چرا بعضی از آدما به بهونه خوشبختی اصرار دارن حتما خودشونو بدبخت بکنن. تو کارت راه حل داره، به شرطی که خودت سختش نکنی. تو اصلا چرا دوست داری لقمه رو دور سرت بچرخونی و بخوری؟ یه شیره محرمیت و والسلام حتما باید علمشنگه را بیفته. اصلا روز چهارشنبه، روز میلاد پیغمبر، روز بهتر از این، مناسب تر از این داریم؟ آقا جان از هیچی هم نترس، کار خلاف شهر که نمی کنی. پس همگی میگیم ای یار مبارک بودو، ایشالله مبارک بودو. از زمانی که من خودمو شناختم آرزوم این بوده که یه روزی زن من بشی، با من ازدواج بکنی. نشد. حالا توی این سن این فرصت رو پیدا کردم که بهت پیشنهاد بدم زن من بشی. بهت هم قول میدم که هیچ کس نفهمه، فقط من میدونم و تو، خدا و دوتا شاهد. همین. مبارک باشه. Thank you.
انشالله که به پای هم پیر بشین. سلام. سلام علیکم. ببخشید دیر شد. یه ترافیک تهران. حاجه‌ها منتظر. من ببخشید. بفرمایید. مادر تو یه چیزیش میشه. چی شده باز؟ آخه این کارا چیه میکنه؟ چی کار میکنه مگه؟ الان وقت سرخاب سفیداب مالیدنه. والا یکی ببینه زایه میشیم. کار هر روزش شده. وا. لباش خشکه زده یه ذره ماتیک مالیده. تو چرا زایه میشی؟ بابا 2 کیلو بتونه رو صورتشه. چی میگی تو حسن؟ دختر شیرازی جونم، دختر شیرازی، چشاتو به ما به نما. داری میخونی؟ احمد دیرم شده، تو اصلا فکر من نیستی. میشی یه آژانسی بگیری برم خونمون؟ دست شما درد نکنه نوش جونه. میگم اختر، لحظات زیبای زندگی چقدر زود گذره. الان پاتو بذاری بیرون ها دلم برات تنگ میشه. میگم یکم بیشتر بمون، خرامان خرامان مثل کپک این بر اون بر بکن. تو حالا سابقه نداشته من تو این موقع از خونه بیرون باشم. حالا حتما همشون نگرانم شدن. برم بگم کجا بودم. حالا مجبور میشم دروغ بگم. پسرم یه روی میون برو خلوت، سراغ نداری؟ من خیلی دیرم شده. الان تو این موقع شب همه جا اینجوریه. یکم بعد حوصله کرد خانم آقای مرادی. اقلن دو برابر منه، تو سن داره. آخه چی برم بهش بگم؟ والا بلا زشته، بهش بر میخوره. تو خودتو بذار جای من. آخه چرا ازش نمیپرسی کجا میره، خونه کی میره، واسه چی میره؟ این روزا تو همه خونه ها تلفن هست، چرا شمارهشو به تو نمیده؟ بابا با هم سن و سالاش دوره داره، بروبیا داره، دوست و آشنا داره. اصلا دیر کرده که کرده. میگی برم سینجیمش کنم؟ تو فکر کردی من بچه‌ام؟ من ختم این حرفام. پیش قاضی میتونه ملق بازی کنه؟ اگر یه روزی گندش در نیامد هر چی دلت خواست من بکن. این خط اینم نشون. حالا میبینی. تو اصلا اخلاقت برگشته. کاش اخلاق من برگشته بود. وای
اینجا چیکار؟ سلام. سلام ماما. سلام مادر. چه خبر؟ خبرو پیش شما. شما از بیرون اومدید. من چی بگم از پرچونگی این اکرم خانم؟ والا دخترش و دومادش جلو و من یه دعو و مرافعی را انداختن که باید بودی و میدیدی. حالا ولش کن، شام چی بختی عزیز؟ حالا نمیشد یه زنگ بزنیم؟ فکر کردم دوباره حالتون بد شده، مردم از نگرانی. میدونم، ببخشید، حق با توی قربونت برم. سپیده کجا مرد؟ نم تونستم که شما رو ببرم وسط دعوا عزیزم. مادر بزرگت وسط لاف داره کنده، قربونت برم. باید خیر شدم. خانم لاف تره کندن، تحویل بگیر. سپیده بیا. دلت بخواد بریم چی برات بخرم؟ ها؟ بستنی و جیگر. خب بابا جون خوشمزه بود ها؟ دوست داشتی؟ حالا میخوام برای سپیده خوشگلم که حرف راست میزنه یه بستنی خوشمزه بخرم. ببینم با مامان بزرگ که میری بیرون، این آقا هم با تو میاد؟ اگه خبرچینی کنم آقا گره میخوره. ده اومد یا نسازی ها؟ این آقای و مامان کجا میری شما با هم دید؟ سینما. یا بابا لوایش، نه وقت ندارم، میترسم بهت قول بدم نتونم بیام تو وقت از اون دلخور بشی. اکرم خانم، به زن و بچهات، شوهر و بچهات سلام برسون. کار نداری؟ خدا حافظ. شما کاری به من داشتی جهانگیر خان؟ نه خیر، کاری ندارم. دیوونه شدی؟ صد دفعه بهت گفتم این قرفرای مامانت آخرش یه گندی بالا میاره، گوش نشدی. حالا تعبیر بگیر، مادرت دوست پسر گرفته، مادرت دوست پسر گرفته. مامانم. حالا او آقو کی بوده؟ کی؟ همو آقو. آقو همسایه قدیم خونه آقو خدا بیامرزو. آخه مامان میگه به شما یه شاخه گلم داده. به خاطر آشنایی که از قدیم داشتیم به مادرت احترام گذاشته، یه شاخه گل تقدیم کرده. این درسته که برای من توی سن حرف در بیاره؟ به خدا دلم میخواست خدا مرگم میداد که اصلا این حرفا رو نمیشنفتم. حالا او یه چیزی گفته، شما فراموش کن. کسی به اون تلفن دست نزنه، من جواب میدم. بله. الو، چرا حرف نمیزنی؟ چرا خفقون گرفتی؟ مردی که بی پدر مادر مزاحم، اگه جیگر داری حرف بزن. عجب. شب بخیر، بفرمایی. اون مردم واسه چی زنی میزنی؟ کسافت. من مادرتو به ازاد میشونم عوضی.
سن و سالتو خجالت نمیکشی؟ فردا این تلفنشو میدم مخابرات تا پدر پدرسوختشو بیارن جلو چشش. الو؟ 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 صدا نمیاد. منم اختر نمیتونم بلند صحبت بکنم. احمد از اون چیزی که میترسیدم سرم اومد. جهانگیر خان من و تو رو به هم دیده. نمیدونی چه حرفای بارم کردن. تو عمرم قد کوچیک نشده بودم. دیگه به من تلفن نکن. جهانگیر خان تلفن ها رو کنترل میکنه. خداحافظ. عجب میشه. من گشنم نیست، شما بخوری. نه شام خورده نه صبونه. به خدا جهانگیر تو آخرش با این کارت مامانمو تقش میدی. کسی که آخر عمری فکر آبروی خودش و خانوادش نباشه، هر بلای سرش بیاد حقشه. این مزخرفا چیه داری میگی؟ یعنی میخوای بگی مامان بنده تو این سن و سال بعد از جناب عالی اجازه بگیره که با کی حرف بزنه، با کی حرف نزنه، کجا بره، کجا بیاد، چی کار کنه، چی کار نکنه؟ خدا که تو مخت عیب کرده. آره مخم عیب کرده. هر کی دیگه جای من بود مخش میترکید. یه پیرزن تو این سن و سال آراویلا میکنه، عدو اطوار میاد، لبندی میکنه، چه میدونم دوست پسر میگیره، به قول خودش لابو میترکونه. اون وقت این خانم مادرزن شما هست، توی محل سکه یه بولتم کرده. شما بودی دیوونه نمیشدی؟ نمیتره کردی؟ سکه نمیزدی؟ صداتو بیار پایین. آخه انصافه مامان، من به خاطر یه لقمه نونی که اینجا میخوره انقدر به زور بگی بهش تهمت بزنی؟ به تو هم میگن مرد؟ من تهمت میزنم؟ کاش تو چشام کور شده بود نمیدیدم. کاش تو گوشام کر شده بود نمیشدم که این خانم با اون مردی که لندهور چه خزعبلاتی رو بلغور میکنه. دوستم میداری؟ عاشقمی؟ سرقرار نمتونم بیام. والله قباحت داره، بلا قباحت داره. حالا دیگه ادای مامان منو در میاری؟ به خدا مرگم بده دست تو راحت شو. کاش خدا منو بکشه که دست شما دوتا زن راحت شم. زهر مار خوردن توی خونه بهتر از غذا خوردنه. والا رزپشن یک هتل میگفتش که تو اتاقشه، اما از دیشب تا رو گوشی رو بر نمیداره. چه کار میتونیم براش بکنیم؟ بریم هتل سراغش. سن بالاست، خطریه ها. راست میگه. با همون تنابی که فرستادینش ته چا، با همون هم حالا بکشینش بالا. بفهمید چطوری؟ خب تا حالا بهش کمک کردین، دروغ گفتین که ازدواجشو پنهون کنه. از این بعد قضیه رو کنین، خود به خود همه چیز درست میشه. بابا چه حرفایی میزنی ها. خب بنده خدا اگه میتونست از همون روز اول این کارو میکرد. اون نمیتونه، شما که میتونین. مامان پس چرا نمیاین؟ خیلی وقت منتظرن. سرم خیلی سنگینه. شما برو من میام. پس زود بیاین. بفرمایید مادر. سلام علیکم. بفرمایید اینجا. سلام. بفرما بفرما. پس آقا پیمان شما هستی. افسانه از شما برای من خیلی تعریف کرده بود. هممون مشتاق بودیم شما رو ببینیم. خیلی ممنون.
شما لطف دارین. باعث افتخارم. والا اینجور که پیداست مست که ایشون یه ازدواج قبلی هم داشتن. البته ازدواج که نخیر. والا ازدواج که نبود، فقط یه عقد بود که اونم سر دو ماه به هم خورد. چرا به هم خورد پسر من؟ می خوب تحقیق نکردین. اشتباه کردن حق طبیعی هر آدمیه. من خیلی راحت میتونستم این مطلب رو هم از شما هم از افسانه خانم پنهون کنم. دلم نیومد علاقه خالص و قلبیمو با دروغ آلوده کنم. خب اگه اتفاق دورت جون برای افسانه منم بیفته چیکار بکنیم؟ والا حقیقتش اینه که ما اهل سنگ انداختن و اینجور چیزا نیستیم، ولی چون پدر مادر افسانه خانم شیراز هستن، مسئولیت ایشون افتاده گردن خانم بزرگشون. البته مهم خودشونن، بچه که نیستن. ولی خب به نظر من ممکنه که این ازدواج قبلی ایشون یه خورده مشکل ایجاد بکنه. دیدم خونه شلوغه، گفتم بیام از بیرون بهت صحبت بکنم. پیمان با تو حرف زده؟ آره، من نمیدونستم که افسانه نوه توه. من میترسم پیمان کار ما رو خراب بکنه. تو بهش بگو اتفاقی منو تو هتل پیدا کردی، بعدم به خاطر آشنایی قدیمی که ما داشتیم برای من ماشین گرفتی. سفارشم بهش بکن که به افسانه چیزی نگه. باشه، ولی پیمان هر چیزی که بین من و تو اتفاق افتاده میدونه. آخ مرد، تو هم سن سال ای بچه بودی که بلند شدی هر چی داشتی بهش حرف زدی؟ به هر حال اون مثل پسر من میمونه. همجور که ما یواشکی با هم دیگه ازدواج کردیم، بی یواشکی هم تمومش بکنیم. ولی اختر ما باید با هم حرف بزنیم. من نمیتونم. این موضوع خیلی حیاتیه. دیگه ما نامحرم شدیم. اما مرادی، تو هم میدونی که کار منو خراب کردی؟ ها؟ اصلا با حرف تو موافق نیستم بابا جان. یکی بشنوه میگه اینا هوسبازن، میگه این دوتا آمدن یکشون مادر بزرگه رو انتخاب کرده، اون یکی هم نوه رو. اینجوری اصالت عشق 40 ساله من زیر سوال میره. آقای مرادی، با تمام احترامی که براتون قائلم، باید بگم حرفتون اصلا منطقی نیست. بابا هدف منم کمتر از هدف شما نیست. شما میدونی چی کار کردین؟ این آقا جهانگیر تمام تلفن‌های من و افسرانه رو داره کنترل میکنه، فقط هم به خاطر شماست. من که دستبردار نیستم. اگه بخوام عقب نشینی کنم، همون بلایی سرم میاد که سر شما اومده و یه عمر داری خرابش میشه. بابا جان، من مطمئنم که قضیه تو و افسانه بالاخره حل میشه، اما مورد من یه مقدار غیر عادی و سخت شده که تو با این کارات خرابترش میکنی. آخ اما مرادی، اگه من دوماد این خانواده بشم، قول میدم دینام بهتون ادا کنم، هر کاری دستم بر بیاد انجام میدم. فقط شما رو یکم در جریان بذار دیگه. افسانه اومد، ببخشید من باید برم. سلام عرض کردم. من دوماد اختر خانمم. بله، خیلی خوشبختم. ببین جیگول، تاریخ گذشته، این پیرزن حال روز خوبی نداره. برای منم مثل روز روشنه که همش زیر سر تو این نسناس بدقوار است. اصلا برام مهم نیست که چی گذشته، ولی فقط میخواستم یه چیزی رو خوب بفهمی. اگه فقط یه بار چشم بهت بیفته ببینم این ورا افتادی دنبالش و موسموس میکنی یا میخوای مخشو بزنی، به ولای علی نشته میندازم وسط خیابون. بله، تو منو نمیشناسی. اگه میشناختی میفهمیدی چی دارم بهت میگم. حالا جونتو بردار و گورتو گم کن. روشنه؟ خیر، یعنی بله. بری.
نمیخوام با این کارم آرامش و شادیشونو به هم بزنم. اختر، من و تو زن و شوهریم. من نمیفهمم پس این وسط تکلیف عشق چی میشه؟ عشق که جنس قاچاق نیست آدم مجبور بشه پنهانش بکنه. عشق بزرگترین نعمت خداونده. این موبایلم برای تو گرفتم، دیگه هیچ کس نمیتونه کنترلمون بکنه. بسه، ادای جوونه عاشق در نیار. همه فکر میکنن هر کی پیر بشه عاشق نمیشه، ولی نمیدونن که هر کی عاشق نشه پیر میشه. اینقدر فلسفه بافی نکن، ما دیگه برامون راهی نمونده. چرا؟ یه راه مونده. سلام عرض کردم. سلام قربان. برای پرداخت خروجی اومدم. خواهش میکنم، برای کجا؟ فرانسه. کجا؟ خانم دارن دوباره تشریف میارن بیرون؟ میام یه سیدی درسی از دوستم بگیرم. جای سیدی دادن و سیدی گرفتن اینجور کارا دانشگاست. برو تو. شما هم اومدی؟ منتظری نه؟ بله، نه خیر، بله تقریبا. منتظری کی هستی؟ بله، اگه منظورتون افسانه خانمه، نه خیر، نه خیر. بابا چی این باره میپلکی؟ من اینجا یه آقا پسری هست، تازه با هم آشنا شدیم، بچه محل شماست اتفاقی. خودتی؟ بله، خودم با خودم آقا پسری داریم، میریم بیرون. در مورد ازدواج؟ اتفاقا جهانگیر خان چه خوب شد الان تنهایی، یه سری صحبت های مردونه است که باید بهتون بگم. راستیتش من اون که جواب نست، یعنی تموم، یعنی هری. روشنه؟ بله، اختیار داری، این چه حرفیه، شما بزرگ باری. ببین بچه، با جونت بازی نکن، دیگه این طرف هم نبینمت. این مال خودتونه گرفته بود. ما از این حق اصلی مربوط به قانون اساسی اگر بررسی کنیم، من اونطور که بررسی کردم سه وظیفه بسیار مهم و کلیدی من استخراج و احصا کردم. عدد 5 است اما بسیار زامه کلیدی و اساسی است. برای یا بابا لبایج، تشمردی نون بگیرین؟ گرفتم براتون نرم و تازه. از این به بعدم تمام خریدای خونه رو خودم انجام میدم، شما زحمت نکشید. بفرم. دیگه روزگارم سیاه کرده، فکر خارج رفتن با من از سرت بیرون بکن. من نمیخوام به زور نظرتو عوض بکنم، هر چیزی که خوشحالت میکنه بگو، من همون انجام میدم. خب پس من اگه یه چیزی بهت بگم گوش میکنی؟ به من قول میدی؟ قول میدم. اگه من دوست میداری تو همه هفته بیو طلاقم بده. سه شنبه ساعت 10 صبح میریم همون محضری که عقد کردیم جدا میشیم.
احمد سلام. بیا، یه مشکلی پیش اومده. چه مشکلی؟ دیگه طلاق هم دوای درد من نیست. خب مگه چی شده؟ هیچی، جهانگیر خان صوبی اومد شناسنامه من خواست. خب؟ هیچی، گمونم به مشکوک شده، علکی میگفت که برم نمیدونم کارت ملی بگیرم، نمیدونم چی نمیدونم چی جوری دیگه سر بود دوونمش، از همون چیز که میترسیدم سرم اومد. خب حالا باید چی کار بکنی؟ چه میدونم چی کار بکنی؟ دست راستش رو سر ما خواهن، مردم چه شانسا دارن. آدم باید پیشونیش بلند باشه. بیا بریم. افسانه نمیتونم چیزی ازت پنهون کنم. کشتی منو، بگو چی میخوای بگی؟ هر چی فکر میکنم میبینم هم گفتنش مسئولیت داره هم نگفتنش. بعد دوتایی تصمیم بگیریم. خبری ازش نیست، زنگ زدم هتل گفتن همون صبح سه‌شنبه تصویر کردن و رفتن. به درک اسفل و سافلین که رفتن. جلوی من صحبت از این پیرزن عباس‌باز نکن که داره حالم ازش به هم می‌خوره. کاش جفت پاش قلم بشه دیگه، پاشو تو این خونه نذار. حیا کن جهانگیر، چجوری دلت میاد این حرفا رو بزنی؟ مامانمه. اگه بلایی سرش بیاد من همه رچش تو میبینم. من باید اون مرتکرم روز اول که میدم حقش رو میذاشتن کف دستش، باید میکشتمش. اختر خب خواهش میکنم ببینم با یه اسرون کامل که موافق هستید. شیده زحمت رو کشیده. مامان افسانه داره گریه میکنه. گریه میکنه؟ چی شده افسانه جون؟ به من نمیگی؟ مامان بزرگ داره میره، اونا رفتن فرودگاه، تا دو ساعت دیگه پرواز میکنم به پاریس با شوهرش. کار اون پسر هست؟ واسه چی داره گریه میکنه؟ شما برگردید. خواهش، واقعا از شما من ممنونم. احمد جان ما اینجا منتظر میمونیم. چمدونا رو که تحویل دادی از اینجا یه خداحافظی میکنیم. از پشت پنجره منتظریم اینجا. حالا نامه رو میشید. سفر خوبی براتون. امیدیم. دیدی؟ مردکه شیاد و حق باز هم خانواده ما رو از هم پاشون هم آبرون رو تو محل برد. خدا کنه به موقع برسیم. این حرفا چیه میزنی جهانگیر؟ چرا دیوونه شدی؟ بابا اون دیگه شوهرشه، اونا با هم ازدواج کردن. تازه اون مادر رو به چشم یه عاشق نگاه میکنه، نه مثل تو. شوهر عاشق؟ عاشق یه پیرزن؟ اون قیافش تابلوه، از اون ژیگول گشنه هاست. فکر کرده یه پیرزن مایه‌دار گیره برده نشسته زیر پاش. خانم شما ساده ای، پپه ای، حالید نیست این چیزا. آقا جهانگیر اشتباه میکنین، بعضش توپه توپه، سهامداری شرکت تو فرانسه است، تازه حقوق بازنشستگی هم داره. شما این چیزا رو از کجا ملتفت شدین؟ پیمان به هم گفته. مگه این پسره رو میبینیش؟ بله. چشم ما روشن. بذار تکلیف این مردکر رو روشن کنم، حساب شما دوتا رو میذارم کف دستتون. چی شده احمد؟ مشکلی پیش اومده؟ اختر، اختر نیستش. اینجا که نیست همون مولادی، حتما توه دیگه. نه اگر بود که من میدیدمش. حالا من برم توی سالن. احمد جان ما میریم اون طرف، شاید ببینیمش. اگر پیدا کردی به ما خبر بده. سلام عرض کردم، احمد مرادی هستم. منو پیج کرده بودی. اجازه بدین یه خانومی اینو برای شما امانت گذاشتن اینجا. متشکرم.
اما بازم اذیتت کردم، رسوایی رو به دوری از بچه هام ترجیح دادم. دلم میخواد با اونا باشم، کنار اونا بمیرم. من ببخش، سفر به خیر. پشو جا میمونی ما؟ اختر این چه کاریه که تو میکنی؟ قلبم وای میسته. تو مادر نیستی حال منو بفهمی. میخواستم برم ولی نتونستم. پشو بگرن پشیمون میشم دوباره ها. هنوز حرکت نکرده. اگه هنوز نرفته باشن تو سالن پرواز از پشت شیشه‌های عمر میشه دیدشون. ای اونا هاشن. افتان مرگ اون بده جهانگیر اینجا چی کار میکنه؟ اختر سرتو بیار بالا. خب لبخند بزن، دست تکون بده، خدافظی کن و بریم. باشه. من نمیتونم گریه سبی در ببینم. بریم بریم. اختر جون گریه نکن، خودتو کنترل کن. دیدی که همه چیز شانسی شانسی جور شد. خانوادت هم همه فهمیدن. دیدی که چقدر همه خوشحال بودن. حالا یه چیزی بهت میگم، خوب گوشاتو واز کن. اگر یک بار دیگه شک بکنی و بخوای برگردی، من نه تنها مخالف نیستم بلکه پاشم هستم. حالا تو انتخاب کن، تهران یا پاریس. پاریس؟ آخه کی از ما اصل تو پاریس بگذره که من بگذرم؟ بریم تو ماشین. بریم تو ماشین تا من بیام. من دلخوری؟ اگه دلخورم نکنین بهم زور نگی. نه چرا باید دلخور باشم؟ صابونه خوردی؟ صابونه هم دیری نمیشه، میخورم. میریم خونه، ما یه املت مشت با هم میزنیم، بعد میشینیم با هم اختلاط میکنیم. چطوره؟ شما داری سر کار میزنیم آقا جوانگی؟ آخه اندازه یه هستی که من بخوام سر کارت بذارم. شاد اومد. چی؟ برات سیبیل گرام گذاشتم، میخوام روش سفیدم کنی. آقا
آقا احتیاج به چیزی ندارید آقا. آقا احتیاج به چیزی ندارید شما؟ یه لیوان آب که قرصامو بخورم. چش الان براتون میارم. احمد اینو نگاه بکن، یادته؟ برای اینکه بهت ثابت بشه که هیچ وقت فراموشش نکردم تو هم اینو نگاه کن. حالا کامل شد.